به مناسبت جشن دهقان در هرات نمایشگاهی با اشتراک بیش از 20 غرفه برگزار شد. مسئولان هدف از آن را تقدیر از زحمتکشی کشاورزان و دامداران می دانند. با این حال، کشاورزان و دامداران از دولت خواهان ایجاد بازار داخلی و خارجی برای معرفی محصولاتشان هستند. سید حسن حسینی گزارش می دهد. جشن دهقان در هرات اینگونه برگزار می شود. با شور و ترانه و اجرای تئاتر. زیر تدابیر شدید امنیتی نمیخوان اتفاق ناگوار هلمند اینجا تکرار شود. حمله طالبان به جشن دهقان در هلمند همین یک روز گذشته دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی روی دست مسئولین گذاشت. دهقانان اشتراک کننده در نمایشگاه بازار بزرگ داخلی و خارجی را دلیلی برای رشد تجارت خود می دارند. خیلی هم کار ما الحمدلله به رونقه و ما از کار خود رضایت عامتام داریم. یکی به ما سردخونه آماده بسازم و یکی هم بازار بیرونی یا بازار خارجی برای ما آماده بسازم. زمستان 97 برای دهقانان و دامداران هرات پربار بود. به باور ریاست زراعت هرات با توجه به بارانهای زیاد و سیراب شدن زمین دامنه خشکسالی در سال 98 برچیده شده است و اکثر دیاقین ما که تا قبل از این بارانها به تشویش علوفه برای مالداری خوب بودن، بعد از اینکه بارانها شد و آمادن با افتخار گفتن که ما دیگه ضرورت به کمک نداریم، علفچرا زنده شده. والی هرات هم در این برنامه حضور دارد. او به دهقانان وعده می‌دهد که خواسته هایشان را به مرکز کشور منتقل کند. ما وقتی کابل می‌رفتیم رئیس با امرای خود می‌بریم، اونجا امرای تاجرها گپ می‌زنیم، تولیدات از اینجا انتقال می‌دیم به کابل، به بازار کابل و ولایت‌های دیگه. راه اندازی یک بازار داخلی و همچنین یک بازار خارجی برای زارعین و همچنین دهقانان افغانستان به خصوص هرات میتونه که موثر زمان بشه. والی هرات امروز وعده های زیادی را برای دهقانان و همچنین برای کسانی که اینجا در نمایشگاه اشتراک کرده بودند ارائه داد. دیده شود که چقدر این وعده ها میتونه به منصه اجرا در بیاید. سید حسن حسینی، آریانا نیوز، هرات.